توی این ویدیو میخوایم ببینیم کیف پول سخت افزاری باید بخریم یا نه اگه آره از کجا هستن باید بخریم با ما همراه باشین مرسی که توی کانال اینجا کریپتو کوشا من کوشانم توی این ویدیو میخوایم اول ببینیم که آیا ضرورتی داره ما کیف پول سخت افزاری تهیه بکنیم و داشته باشیم یا همون نرم افزاری بس و اینا و قسمت دوم ببینیم از کجا بخریم و چطور میتونیم با شناختن کانال کریپتو کوشا جوری تخفیف بگیریم اگر اینو محتوا خوشتون میاد که حتما به کانال من سابسکرایب بکنید دنبال بکنید من ویدیو میذارم مرتب و, و دایو و اینا میذاریم اگر دوست دارید مطالب رو راجبه تکنولوژی و تحلیل و ارزهای دیجیتال و نمیدونم بورس و تحلیل فنی همجور چیزا حرف میزنیم خیلی من خوشحال میکنم اگه دنبالم بکنین و این زنگولش رو بزنین و لایک هم بکنین که دیگه فبه ها <applause> بریم توی ویدیو من رجب کیف پول قبلا بارها صحبت کردم اینکه مثلا تفاوت های کیف پول ها اصلا چه مدل های وجود دارن و اینا که حالا مثلا یه دونه رو این بالا میذارم بیاد ولی الان میخواییم دقیقا راجع به این صحبت بکنیم که ببینیم اصلا چه کیف پولی ما بخریم اگر میخوایم سخت افزار بخریم و چرا بخریم خب برای اینکه اول به این سوالی که هستش که چرا بخریم مثلا نیاز هست یا نه؟ جواب بدیم و یه چیزی رو تو ذهنمون داشته باشیم اینکه هدفی که ما داریم الان توی رمزرز ها یا یعنی ما اشتباه خیلی اشتباه نیست های رمزرز بگیم بهتر توی رمزرز ها چه کاری رو دقیقا میخوای انجام بدیم فرض بکنیم که مثلا یه آدمی آقای آ اومده شروع کرده مثلا 5 تا بیت کوین خریده حالا 5 تا مثلا یه دونه بیت کوین خریده خب این آقای آ میخواد مثلا نگه داره پنج سال دیگه بفروشه اصلا شاید نگه داره یه سال دیگه بفروشه مثلا این چنین کاری میخواد بکنه بنابراین توی ذهنش میخواد یه مدت نسبتا طولانی این رو نگه داره یه سرمایه گذاری میان مدت تا بلند مدت رو انجام بده نه ترید کوتاه مدت یعنی مثلا امروز بخره بخواد فردا بفروشه یا مثلا امروز بخواد مثلا توی هفته شاید پنج بار خرید و فروش بکنه اینجور کاری بکنه مثلا مد نظرش نیست میخواد مثلا یه مدتی نگه داره و اینا خب یه نکته خیلی مهمی هستش که اگر نمیدونستیم و بدونین که خیلی از سرافی های دنیا شامل یه سری اتک های خیلی وحشیانه و خطرناک حتی یه مدت پیش مثلا یه چارتی می که همینجوری رشد داشت میکردش میزان اتک هایی که به سرافی ها زده شده بود بنابراین در جواب به این سوال که پول رو, رو روی صرافی نگه داریم برای بلند مدت جواب اینه که نه چه چون خیلی خطرناکه یا ممکن هک بشه بایننس که حتی خفن ترین صرافی هستش اونم هک شده و یا حالا پول ازش دزدیده شده خود سیزی اومده رئیسش اومده حرف سر راجب شده اتفاق خیلی بزرگی بوده و این هک شدن کلا خیلی اتفاق عادیه توی فضای رمزرز حالا عادی که نه یعنی بیشتر زیاد اتفاق افتاده و هی زیادتر هم شده هر چقدر هستش اسکم و اینجور چیزا کلا که راجبش زیاد حرف زدین راجب بایننس هم ویدیوشو ندیدین که اومدیم بالا الان حالا ما میخوایم بیشتر روی این تمرکز بکنیم الان که خب ما فرض میگیریم میخوایم نسبتاً حالا میان مدت تا بلند مدت نگه داریم این مثلا بیت کوین رو که داریم من خودم نگه داشتم حالا مثلا یه درصدی رو نگه داشتم و با یه درصدی مثلا ترید میکنم میخرم میفروشم ولی اون پول اصلی که من دارم و میخوام نگه دارم مثلا شاید ماه دیگه شاید تو حرکت بعدی اونی که مثلا رو بیت کوین مثلا پنج هزار تایی بوده خریدم حالا میخوام مثلا روی 13000 بفروشم و من مثلا روی سخت افزاری نگه دارم که پول سخت دارم طبعا اگر خودتون وارد هستین و خیلی مثلا کامپیوتر خوندین و خیلی بلدین و اینا و اطمینان دارین از کیفول نرم افزاریتون هم اوکیه ولی با حواستون باشه که کیف پول نرم افزاری دسترسی بهش خیلی ساده است مثلا فرض کنید یه کیف پولی دارین شما روی گوشیتونه خب یه نفر رمزش رو بدونه میزنه میاره دیگه یا مثلا نرم افزاری باشه دیگه در بهترین حالت مثلا ممکن اینه که مثلا رو لپتاپتون داریم پسورد لپتاپو کسی نداره ولی حالا اگر یکی هک بکنه مثلا میتونه بهش دسترسی پیدا داشت پیدا بکنه یعنی یه جور دیگه حالا اگر مثلا پسورد دو عاملی هم گذاشته باشین حالا خور سختتر میشه و اینا ولی خب دیگه با حواستون مینا باش ولی برای یه آدم عادی که میخواد یه مثلا پول رو نگه داره میام مدت تا مدت بفروشه بهترین کار اینه که چی یکی پول سخت افزاری نگه داره یه جای امنی بذاره اون به اصطلاح کلمات ریکاوریستی یا همون کلمات چی بهش میگن ریکاوری طبعا میشه که بازگشایی دوباره مثلا چنین ترجمهش میشه اونو اگر داره خب نگه داره و جای امن و اینو خیالش دیگه راحت باشه اینجوری نباشه که آخ اگر الان فرد گوشیم رو به یا مثلا فلان بشه یا اگه یکی بیا حکش بکنه چی میشه دیگه این درد سرا رو ندارین خب حالا میخوایم بریم وارد این بشیم که ببینیم چه کیف پولی باید بخریم مثلا یعنی با فرض اینکه کیفول سخت افزاری میخوایم بگیم و نرم افزاری رو که بسش گذاشتیم کنار رو ویدیوش هم رو که من ساختم دیدین و میدونین چه کیفول های خوبه بشکنم که زدم اومد حالا میخوایم بریم سراغ اینکه آقا ما این مدل هایی که اصلا توی دنیا داریم کیف پول ها کدومن کدوم امنیتشون خوبه چون به این سوال که رو صرافی پول رو نگه داریم امن و اینا که خب جواب داریم فهمیدین دیگه برای چه مدتی امنه ولی حالا بیایم بریم توی کیف پول سخت افزاری چی هست دو تا کی فول سخت افزاری خیلی معروفی هستش که تقریبا همه راجع به اینا حرف میزنن یکیش لجره یکیش هم تریزوره چون شرکت های خفنی هن جفت چون خاصیت های خصوصیت و خاصیت داشتن قاطی میکنن مربوط به خودشونو دارن و حالا میخوایم بریم با دقت راجع به اینا حرف بزنیم یه سری که فولای دیگه هم هستش مثلا مثلا کول والت هستش هم, هم چه این چیزایی متفرقه است حالا اونها میتونید خودتون بخونین اصلا خیلیا ها میفروشن ولی ما بیشتر میخوام توی این ویدیو توی این دوتا تمرکز بکنیم تریزور و لجر خب حالا بریم پایین تر ببینیم که این مقاله ای که اینجا من آوردم که مال سایت اگزودوس هست من توی ویدیوم اگزودوس رو به تو معرفی کردم مقاله نسبتا جدیدی هم هست مثلا مال چندین ماه پیشه خیلی قدیمی نیست و خیلی خوب اومده همه چی رو دستبندی کرده و کامل اومده مقایسه کرده خب حالا بریم ببینیم که نظرات این مقاله توی بلاگ اگزودوس چیه تریزور و لجر اومده اولین چیز راجع به امنیت حرف زده و امنیت میدونی یه خیلی مهمی قطعا از همه چیز مهمتره مهم تا اینکه مثلا گیافه خوشگل داشته ترجیح میدین که خب امنیتش خوب باشه دیگه حالا راجع امنیت چی گفته گفته که هیچ کدوم از این دیوایس ها تا امروز نه هک شدن نه کسی گزارش مبنی بر اینکه دارایی های کریپتوش از دست داده به خاطر اینکه هک شده گزارش کرده اما توی کارگاه های خیلی حرفه ای و اینا دقیقا این پایین نوشته توی این کارگاه حرفه ای آره اومدن مثلا با فرض اینکه به خود فیزیک کیف پول دسترسی داشته باشن توجه کنید نکته خیلی مهمی ها یعنی حتما فیزیک خود کیف پول رو داشتن یعنی اینجور نبود که از دور یا حکش کنن اگر فیزیک کیف پول رو داشتن تونستن پروفشنال سیکیوریتی ریسرچر یعنی چی؟ یعنی محققان مثلا خیلی خفنه سکیوریتی تونستن مثلا یه سری سوراخایی رو پیدا بکنن و یه دسترسی بهش داشته باشن ولی این خیلی حالت خاصیه دیگه یه یوزر عادی نما نگرنش باشه دیگه مثلا دانشگاه مثلا استنفورد اگر بیاد مثلا کی فولتو بگیره دستش بخواد زور بزنه آرشات مثلا میتونه وارد ولی خب بعد اومده یه حرف خیلی مهمی هم اینجا زده گفته که یک اسکمر ممکنه مثلا یه تریزور فیک بهتون بده یا مثلا تریزور سهرکاری بهتون بده که خب چه جواب بفهمیم که سهر کاری نباشه خب طبعا اگر کیف پولتون رو بتونیم بریم توی سایت ترزور که من جلوتر توضیح میدم بتونیم توی سایت ترزور مثلا ثبتش بکنین و از اونجا دسترسی بهش پیدا بکنین کیف پولتون امنه و در غیر این صورت نه خب حالا بریم خود جلوتر بریم چی گفته گفته که کیف پول تریزور اوپن سورس کدش یعنی چی اوپن سورس یعنی بیت کوین کدش اوپن سورسه هر کسی میتونه بره ببینه دقیقا داره هر خطش چیکار میکنه چرا دقیقا 21 میلیون بیشتر ازش نیست توی چه این چیزایی همین چه بره بخونه اصلا خودش دوباره بیاد نمیدونم رو کامپیوتر خودش رام بکنه اینجور کارهایی یا هر کسی بیاد بسازه و اینجور چیزایی ولی خب توی این پول ترزور هم این اتفاق هستش بنابراین کد بازه اتفاق خیلی خوبیه این کد باز بودنه چرا چون که خب دیگه یه سوراخ امنیتی اگه باشه ملت کار میکنن روش اگر یه مثلا کار مشکوکی بخوام بکنن خب کار میکنن بنابراین مثلا اینجا اومده گفته که لجر اوپن سورس نیست ولی ترزور اوپن سورس هست حالا نوشته که لجر خب درست اوپن سورس نیستش ولی احتمال اینکه خودش بیا مثلا یه, یه کدی بذاره توش که مثلا پولایش شما رو بدزده خب خیلی کمه دیگه چون خب بیزینس خودشون یه جوری دارن ورشکست میکنن ولی از نظر عملی میتونن این کار رو بکنن اینجا هم دقیقا نوشته میتونن مثلا کد بد بذارن توش و کریپتو های رو بدوزن ولی خب خیلی کار عجیبی میشه چون که خب یه بیزینس خیلی خفنی که دارن کلا یه جورایی از بین میره و خب همه معلومه شرکتشون تو فرانسه مثلا اینا خب بدبخت میشن دیگه بنابراین ولی اومده به خاطر این قضاوت کرد و گفته که خب بذارین این قسمت چون که اوپن سورسه بگیم ترزور است قسمت بعد قیمت قیمت هم یکی از نکات خیلی مهمیه که ما باید به عنوان ایرانی در نظر داشته باشیم تقریبا توی مدل های اولیه یا پایه‌ای تریزور و لجر قیمت برابره حالا باز من پیشنهاد خیلی خفن آخر ویدیو بهتون میگم یه خورده یعنی چند دقیقه دیگه که حتما با هم همراه باشین لایک بکنین سابسکرایب بکنین اگر نکردین برای خیلی فرق نداره اگه بخویم مدل های پیشرفته ترشو بگیریم مثلا نو... نا... آ... لجر نانو ایکس بگیرین و نمیدونم تریزور مدل تی بگیرین اینا که خیلی گرون تره. آ... لجر قیمت کمتری داره مثلا اینجا 119 دلاره لجر نانو X ولی مدل تی مثلا 670 دلاره باش یه چنین چیز حالا اونقدر مهم نیستش به اینکه چند تا دارایی رو ساپورت میکنن هم باید صحبت بکنیم چون خیلی بحث مهمیه شما مثلا یه توکن ممکنه داشته باشین و یه کیفول رو روش نتونین بریزین نگه دارم. خیلی چیز بدیه بنابراین ببینیم که کدوم بهتره نوشته که ترزور حدود 1180 تا اسست رو ساپورت میکنه و لجر حدود 1250 تا جز خوب خب تعداد زیادی هن عموما هم توکن های ارک یا همون به صلاح شبکه اتریوم رو ساپورت میکنن و خب خیلی خوبه ولی نوشته که تریزور وان یه سری از این توکن ها رو ساپورت نمیکنه مثلا مثل چی مثل ریپل ایاس مونرو یا مونرو ایدی ای, کاردانو تزوس آنتولوژی بنابراین حواستون باشه اگر اینا رو دارین لجر ببخشید ترزور وان گزینه خوبی نیستش بنابراین توی این قسمتش لجر رو بگیرین البته گفته که میتونین تی رو بخرین و یه 110 دلار بیشتر بدین که خب ایسافیوس هم که اونقدر مهم نیستش جفتشون ساده است خیلی قیافه شما مثلا این تریزور این شکلیه مثلا میتونیم پین بزنین حالا لجر مثلا این شکلی قیافش دیگه بستگی کدوم رو دوست دارین یعنی خیلی چیز نیستش اسکرینش هم خب مثلا ترزور یه بزرگتره خود ترزور آ لژر خود کوچیک‌تره ولی یه جورای مقاومتره دیگه مثلا این اون فلزی اون پلاستیکی که اینجا دقیقا میاد بهش اشاره میکنه میگه که خب جفتشون گرونن که فولای ارزونی نیستن ولی لژر خب به خاطر این یه جورای استیل بودنش یه جورای نسبت به ضربه و اینا مثلا مقاومتر و خوشگل‌تر هم از یه جورایی نوشته بنابراین لژر تو این زمینه بهتره سایزشون که اون فرقی نداره اپ کامپتیبلیتی یا تطابق با اپ ها خب اگر اپ خودشون استفاده بکنید که همه چی اوکی ولی اگر مثلا بخوایم بیاین روی یه جایی مثل اگزودوس و اینا ببینین ساپورت میکنی یا نه با بریم توی خود اپه ببینین که دقیقا دنبالش بگردین ببینین اون اپه ساپورت میکنه بستگی داره مثلا یکیش ممکنه ساپورت بکنه یکی ممکنه نکنه بنابراین اومده جمع کرده اینجا جوری گفته که خب از نظر امنیت ترزور بهتره کدش باز بود یه خورده راحتتر استفادهش قیمت اونقدر فرق نره ولی لجر تو مدل گرونه بهتره لجر بیشتر اسد ساپورت میکنه صفحه این یه خورده بزرگتره این پلاستیکی رزور و اون استیل و از نظر سایزین بهتره تقریبا مساوی هم هستش گفتم و فرقی نر بستگی به اینکه شما چه چیزی میخواین داره بنابراین گفتن کدوم بهتره میتونید قطعی بگین بنابراین گفته که در راجع به قیمت و مثلا ساپورت که اسید ساپورت و یه یعنی همون ساپورت دارایی ها مثلا اینا چنین چیزهایی مثلا لجر میبره امنیت و مثلا راحتی استفاده و اسکرین تریزور میبره اسکرین مثلا خب حالا بریم راجع اون پیشنهادی که بهتون حرف زدم و اون داستان خیلی خوبی که میخوام بهتون بگم یه شرکت ایرانی خیلی خوبی هستش به اسم دورج نمیدونم شنیدی یا نه آدمای جالبی پشتش هم خورده تیمشون رو نگاه کردم این دورج اومده چیکار کرده یه کار جالبی کرده اونم این شکلیه که خب کد ترزور که گفتیم دیگه کد بازه دیگه بنابراین شما میتونین بیاین یه سری اگر قطعه داشته باشین این به کد ترزور رو روش دیپلوی بکنین میتونین چیکار بکنین میتونین یکی فول به ترزور رو بالا بیارین که به همون اندازه امن و خوبه و اینا و با قیمت بهتری میشه این کار کرد خب خودشون صحبتی با خودشون کردن گفتن آره ما تمام قطعاتمون رو تایید شده است از خود ترزور و حتی باید بریم تو سایت مثلا بخوایم ببینین چه شکلیه اینجوریه که میرین سایت خود ترزور هستن دیگه سایت اینا نمیرین سایت تریزور مستقیم وصل میشین بنابراین نظر اهمیت اوکیه ارزای پشتیبانیش هم نوشته حالا میتونین سایتش رو نگاه بکنین درج دات او همه لینک ها رو میذارم این پایین با لینک چیز من اگر برین توی این سایت درج اینور مثلا بیاین خرید رو بزنین میریم به سایت به اسم کریپتو دریک اگر اشتباه اسمش اسمشو اینورم ورود به دورج هم کمون میبرتتون مستقیم به ترزور دیگه من روش کلیک میکنم اینور میبینین یه تیکه میاد توی خود ترزور بنابراین از نظر امنیت اوکیه خب اینور که بریم خرید خرید رو بزنیم میریم توی سایتی به اسم کریپتو دریک که من لینکش رو باز همین پایین تو توضیحات گذاشتم که اگر با لینک من بریم تخفیف میگیریم و دیگه یه کمتر پرداخت میکنین و یه به ازای مثلا این لینک افیلیت دیگه بهش میگن اگه شما یه تخفیفی میگیریم مثلا من درصد کمی میگیرم تخفیف نسبتا خوبی هم گیرین. بنابراین شما میتونید بیاین اینجا بخواین اینا خودشون اسمبل کردن یه جورای این رو خب همون سخت افزار همونه همه چیز همونه کوده همون کد همون ترزوره و میتونین اینجا حالا بیاین دقیقتر خودتون نگاه بکنین اگه دوست داشتین خرید بکنین یه خورده توضیحاتش هم رو اینجا نوشته با USB وصل میشه و اینا بعد ارزم به حضورتون که مثلا مزایاش رو نوشته کاربری آسون تکنولوژی فلان امنیت بالا کیو کد کود میده براتون بعد این روش مثلا میاره بخواین تایید بکنی اینجا پر زوم بکنم کجا اتمالن... رفتم آره مثلا نشون میده پینه تو بزن مثلا به این شماره داری میفرستی بعد ارزم به حضورتون که کامنت ها رو میتونیم بخونیم پایین و اینکه نگاهی به سایتشون رو حدود 3390 تا هم گفتن پشتیبانی میکنن حالا دقیق بخوایم ببینیم اینجا مثلا نوشته از ایکس و تهیزوز و مثلا کاردانو ما پشتیبانی نمی کنیم این که از این داستان برای خریدن تریزور با مثلا حدودای این قیمت یه یه تومن اینا ولی اگر میخواین لجر بگیرین حالا تصمیمتون از لجر بگیرین من یه پیشنهاد دیگه براتون دارم اونم اینه که یه جای دیگه هست به اسم تران والد تران والد هم یه شرکت خیلی خوبیه که یه نمایندگی خارجم هم دارم شرکتشون هم معلومه کجاست و اینا من چک کردم روشون البته خودم از تهران والیت یا دورش خریدی نداشتم با من تماس گرفتن ولی طبق برسه که من خودم کردم اوکی بوده و اگر بیاین شما اینجا توی تهران والیت که من کیف آدرسشم رو میزم این پایین کیف... اه... کتخفی کریپتوکوش رو بزنین اه... شستان تخفیفم میگیرین حالا بستگی به اینکه چی میخواین بخرین مثلا لجر نانو اس میخواین بخرین یا نانو ایکس میخواین بگیرین خب میبینین یه خورده قیمتش اه... گرونتره چون که به اصطلاح وارد میشه دیگه اون خب ساخت خود اینجاست و مثلا پوینتی که اون داره یا هدفی که اون داره اینجوریه که شما پشتی با این داریم مثلا خراب بشه یا چه این چیزی باشه میتونین پس بریم ولی خب لجر میدونین دیگه چون فرانسه است و متحریمی و این داستانا احتمالا مجبور میشین تا فرانسه شاید برین که یه دونه لجر رو عوض بکنین و برگردین ولی حالا جدا از اینا اینم برای دیدین هر کدوم میخواین بر اساس چیزی که دوست دارین تصمیم بگیرین مثلا لجر دوست دارین هر جور که خودتون میخواین مثلا بحث مالیش هست براتون یا نه اوکی این مثلا ولی ترجیح میدین مثلا یه چیز مثل دورج بگیرین که گارانتی داشته باشه حمایت ملی و اینا یا اینکه مثلا لجر بخواین دیگه تصمیمتون رو برام بنویسین پایین جام که با تو لینک گذاشتم لینک لینک نذاشتم تو توضیحات گذاشتم لینکش رو کور تخفیفش کریپتو کوش هست واسه تهران والت اگر کریپتو کوش رو بزنش اصلا تخفیف میگیریم فقط مال اعضای دوست داشتنی کریپتو کوش Uh, و خلاصه نظرم یعنی نظرتون رو شما بنویسین برام چون دوست بدونم لجر مثلا نظرتونه uh, تریزور نظرتونه دورج مثلا میخوایم بخرین یا اگر خریدیم بنویسین بنویسین آقا من فلان چیز رو خریدم تو کامنت uh, نظرتون راجع به سایتشون و همه اینا بنویسین من خیلی خوشحال میشم و برای دوستانی که نیاز دارن بفرستین ویدیو رو چون که خب ممکن نیاز داشته باشن به اینکه کدوم کیف پول رو انتخاب بکنن لایک کردن که من خوشحال میکنه و اگرم سابسکرایب نکردین که میگم سابسکرایب بکنی الان اومده و اینجور چیزها آقا همه دوستتون دارم خیلی مراقب خودتون باشین میبینم ازتون تو ویدیو بعد فعلا <applause>